بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. خواهران و برادران گرامی، به شما، به جامعه مسلمانان فرانسه، به نمایندگان ملت‌های خاورمیانه و آسیا و آفریقا، همچنین به هموطنانم در ایران و به مجاهدان آزادی به ویژه در لیبرتی سلام می‌کنم. انشاءالله که نمازها، روزه‌ها و نیایش‌های شما و همه مسلمانان در این ماه مبارک قبول باشد و فطر آزادی مردم ایران و ملت‌های منطقه هر چه زودتر فرا برسد. حضار محترم، ماه رمضان را در حالی برگزار می‌کنیم که بخش قابل توجهی از خاورمیانه در آتش تروریسم و جنگ می‌سوزد. این بلای بنیادگرایی است که توحش و ارتجاع را با نقاب دین تحمیلی برقرار کرده است. امروز می‌خواهم به این بحث بپردازم که اسلام ضد دین اجباری و ضد تحمیل اجبارات دینی بر مردم است و بر ضرورت آزادی تاکید دارد. امروز در ایران آخوندهای حاکم با اعدامهای بیوقفه، با شکنجه زندانیان، با دست و پا بریدن و چشم از حدق درآوردن و اسید پاشیدن به صورت زنان و تحمیل یک فقر گسترده مردم را به زنجیر کشیدند. 5 روز پیش آخوندها انگشتان دست 2 جوان را در مشهد قطع کردند. این بربریت هولناک جهان را تکان داد. عفو بین الملل گفت این مجازات بیرحمانه و وقیحانه بیانگر رفتارهای غیر انسانی یک نظام تابع ظلم و ستم است. بله، نام این نظام ضد بشری ولایت فقیه است که پدرخوانده داعش و بوکو حرام است. همه اینها با هر نام و هر ادعایی در ایدئولوژی ضد بشری یکی هستند و در اصول اعتقادی مشترکند، یعنی در تحمیل دین با توسل به زور، برقراری استبداد مطلقه تحت عنوان حکومت خدا، تروریسم و توسعه طلبی تحت عنوان صدور انقلاب و گسترش دین، در حذف و سرکوب و تحقیر زنان و سرانجام زیر پا گذاشتن اصول انسانی و خدایی برای حفظ حاکمیت. بنابراین بساط خلافت اسلامی که امروز در بخشی از سوریه و عراق پهن شده نمونه محدود و ناقص الگوی بزرگتری است که 3 دهه پیش خمینی دجال تحت عنوان ولایت فقیه برقرار کرده است. 30 سال پیش این خمینی بود که می گفت باید مردم را داغ کنند تا جامعه درست شود. و امروز شعار اساسی داعش این است که شریعت هرگز اجرا نخواهد شد مگر به زور اسلحه. یکی از حربه های بنیادگرای اسلامی تکفیر است و با آن مخالفان شریعت ارتجاعی را هدف قرار می دهد. اما بانی و سردمدار تکفیر در عصر حاضر خمینی بود. در سال 1367 با صدور حکمی به خط خودش مجاهدین زندانی را به خاطر عقایدشان مرتد خواند و به نابودی جمعی محکوم کرد و به دنبال این حکم 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز قتل عام شدند. به این ترتیب اولا بنیادگرایی و افراطی‌گری تحت نام اسلام در دوران ما با نظام ولایت فقیه پایه‌گذاری شده و رواج یافته. ثانیا اسلام مورد ادعای آنها دیانت اجبار و سلب اراده انسانی است، در حالی که اسلام واقعی و پیام‌های قرآنی دین اجباری و اجبار به نام دین را رد می‌کند. حال به قرآن مراجعه می‌کنیم که
پیام حقیقی اسلام را معرفی می کنند. مگر قرآن نگفته لا اکراه فی الدین؟ مگر پیام اسلام رحمت و رهایی نیست؟ مگر سوره های قرآن با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نمی شود؟ مگر اسلام دین بردباری و گذشت نیست؟ مگر حضرت محمد هنگام فتح مکه دشمنانش را عفو نکرد؟ مگر در مدینه منشور برادری و کثرت گرایی را ارائه نکرد؟ بله، آزادی گوهر حقیقی اسلام است. پس آنچه آخوندهای حاکم بر ایران یا فرزندان عقیدتی آنها مثل داعش و بوکو حرام میگویند ضد اسلام و شرک مطلق است. این آیه های قرآن مجید است: و جادل هم باللتی هی احسن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه قل هاتوا برهانکم و شاورهم فی الامر. بله، کلام خدا تحمیل و ارعاب نیست، بلکه این است که بشنوید، برهان ارائه دهید و مشورت کنید. و این دستورات خدا به پیامبر اکرم است که فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو فقط پند دهنده و پند رسانی، نه کسی که بر آنها مسلط و مراقب باشی. ما تو را نفرستاده ایم الا برای آنکه بشارت و انذار بدهی. ما تو را تنها به عنوان رحمت برای همه جهانیان فرستادیم. تمام این دستورات در سراسر قرآن رسالت پیامبر را برقراری دوستی و محبت میان قلب‌ها، باز کردن زنجیرها از دست و پای مردم و فراخواندن به بردباری و تساهل معرفی کرده که همه برای آزادی انسان است. در انسانشناسی اسلام و قرآن مهمترین خصیصه انسان آزادی و در نتیجه مسئولیت پذیری است. قرآن انسان را آزاد و بر سرنوشت خود مسلط می داند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اسلام دین آزادی بیان و ابراز مخالفت و انتقاد نسبت به حاکمان است، نه من کننده آن. پیامبر اکرم بارها گفته است هرگز امتی پاک و آراسته نگردد مگر آنکه در آن ضعیفان و محرومان قادر شوند بدون لکنت و بدون ترس حق خود را از قدرتمندان بگیرند. و علی علیه السلام در سالهای حاکمیتش پیوسته از حقوق مخالفان خود دفاع می کرد. بنابراین در اینجا به هموطنانم و به خصوص به جوانان دلیر در داخل ایران می گویم در مقابل تمام آنچه آخوندها با برچسب اسلام تحمیل می کنند استوار و محکم بیستید. شلاق زدن به بهانه روزخاری و سرکوب زنان به بهانه بدحجابی هیچ ربطی به اسلام ندارد. در برابر آن به مقاومت برخیزید و با ستم و سرکوب علیه هموطنان اهل سنت و اقلیت‌های مذهبی که خصومت با تمام ملت ایران است مقابله کنید. هر چیز که مخالف آزادی انسان و انتخاب داوطلبانه او باشد از نظر اسلام اعتباری ندارد. نه دین اجباری، نه عبادت اجباری، نه حجاب اجباری. اسلام به تصریح قرآن و مطابق سنن محمدی از پویایی برخوردار است. همواره شرایط زمانی و مکانی در احکام آن
در نظر گرفته می شود. دینامیزم قرآن که در قالب محکمات و متشابهات متبلور می شود، یکی از برجسته ترین ویژگی های اسلام است. بر این اساس دو اسلام سراپا متضاد رو در روی یکدیگر قرار می گیرند. اسلام آزادی در برابر دین اجبار و تهدید. مسعود رجوی رهبر مقاومت در این باره گفته است: این دو اسلام یکی رحمت و رهایی است، دیگری پلیدی و سنگدلی. یکی مبتنی بر جهل و اجبار، دیگری بر اساس آزادی و اختیار. این یکی پیام‌آور ظلمات است و آن یکی پرچمدار آزادی و یگانگی و رهایی. جنگ بین این دو که در این حال جنگ سرنوشت برای مردم و تاریخ ایران هم هست، یکی از مهمترین حلقه های قدر انسانیت معاصر است. بله، با این اندیشه بود که مسعود یک جنبش دموکراتیک و ضد ارتجاعی را به عنوان صد اصلی در برابر بنیادگرای مذهبی بنیان گذاشت. جنبشی که امروز مشعل خلقهای ایران و خلقهای منطقه و تنها نور امید برای پیروزی بر هیولای تروریسم و ارتجاع است. حضار محترم، دوستان عزیز، اسلام هر گونه جنگ و دشمنی مذهبی را مردود می شمارد و مدافع آزادی و رحمت و بردباری است. امروز رژیم ولایت فقیه و شبه نظامیانش و سایر افرادگرایان وحشی جنایات خود را تحت عنوان اسلام توجیه می کنند و جنگ قدرت میان خود را جنگ بین شیعه و سنی قلمداد می کنند. برای یک دوره طولانی منطقه ما از چنین جنگ هایی بری بود تا اینکه خمینی در ایران به قدرت رسید. او تفرقه و برادرکشی را با ادامه دادن به جنگ با عراق، آن هم با شعار قدس از طریق کربلا، بنا گذاشت تا سلطه خود را بر منطقه گسترش دهد. و در داخل ایران با دستگیری و اعدام و تخریب مساجد اهل سنت فشار مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است. در آستانه ماه رمضان آخوندها یک زندانی سیاسی و قهرمان ورزشی کرد را اعدام کردند. در دو سال اخیر هم تعداد زیادی از جمله 6 زندانی کرد اهل سنت در زندان گوهردشت و 3 زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه و 34 زندانی اهل سنت بلوچ را در چاهبهار، زاهدان و زابل اعدام کرده و به ترور روحانیان اهل سنت و شهروندان در سیستان و بلوچستان دست زده است. این همان سیاستی است که در عراق به صورت نسل کشی سنی ها و در سوریه به صورت کشتار جمعی مردم اجرا می شود. در ایران هم مجاهدین شیعه را با نقاب ریا با دجالگری تمام، آنها که نقاب ریا را از چهره آنها کنار زده اند، هزار هزار قتل عام کرده است. همون سیاستی که امروز از هیچ توطئه و فشاری علیه مجاهدان آزادی در لیبرتی فروگذار نمی کند. از ادامه یک محاصره جنایتکاران علیه آنها تا فرستادن اکیپ های وزارت اطلاعات به ورودی لیبرتی برای جنگ روانی و زمین سازی یک فاجعه انسانی. پس می‌بینیم که چه شیعه و چه سنی دشمن واحدی دارند که رژیم ولایت فقیه است. وانگهی شیعه حقیقی امروز با دشمنی تمام عیار با ولایت فقیه شناخته می شود و
اهل سنت را برادر خود می داند. علی علیه السلام از موضوع شیعه و سنی و معتقدان به هر عقیده‌ای فراتر رفته و گفته است مردم دو دسته اند، یا با تو برادر در دینند یا در آفرینش مانند تو هستند. بنابراین اجازه بدهید خطاب به مردم کشورهای همسایه و برادرمان و به تمام ملت‌های منطقه بگویم که سیلاب خون آتشی که افراطیگری تحت نام اسلام در کشورهای شما جاری کرده قابل پایان دادن است. راه آن همبستگی با مردم و مقاومت ایران و ایستادگی، آن هم ایستادگی تمام عیار در برابر ولایت فقیه و همدستان آن است، مانند بشار اسد و جریاناتی که در عراق و یمن و لبنان و سوریه تابع ولایت فقیه و مجری سیاست‌های آن هستند. تا زمانی که این رژیم فاسد ضد اسلام در قدرت است، ملت ایران و سایر مردم خاورمیانه رنگ آزادی و دموکراسی نخواهند دید. رژیمی که به رغم مخالفت مردم ایران و جامعه بین‌المللی همچنان بر دستیابی به بمب اتمی اصرار می‌کند. بله، این رژیم خطری برای همه مردم جهان است. بنابراین راه حل در مقابل این رژیم، خلع ید از این رژیم در سراسر منطقه و سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است. دوستان عزیز، به عنوان یک زن مسلمان ضمن تأکید بر لزوم جدای دین از دولت و از جانب نسلی که 5 دهه است به دفاع از اسلام اصیل محمدی در برابر ارتجاع و بنیادگرایی برخواسته، اعلام می کنم 1. ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می کنیم. 2. حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجایی و تکفیر مخالفان چه به نام شیعه و چه به نام سنی ضد اسلام و ضد آیین رهایی بخش محمدی است. 1. ما دین اجباری و اجبار دینی را رد می‌کنیم. حکومت استبدادی تحت نام اسلام، احکام شریعت ارتجایی و تکفیر مخالفان چه به نام شیعه و چه به نام سنی ضد اسلام و ضد آیین رهایی بخش محمدی است. 2. از نظر ما گوهر اسلام آزادی است. آزادی از هر گونه جبر و ستم و بهره کشی. 3. ما از اسلام حقیقی، یعنی اسلام بردبار و دموکراتیک پیروی می‌کنیم. اسلام مدافع حاکمیت مردم و اسلام مدافع برابری زن و مرد. 4. ما تبعیض دینی را مردود می‌شماریم و از حقوق پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید دفاع می‌کنیم. 5. اسلام ما برادری همه مذاهب است. جنگ مذهبی و تفرقه افکنی میان شیعه و سنی ارمغان شوم ولایت فقیه برای استمرار خلافت ضد اسلامی و ضد انسانی است. آری، خدای ما خدای آزادی است. محمد ما پیامبر رحمت و رهایی است و اسلام ما دین انتخاب آزادانه است.
حضار محترم، در ماه مبارک رمضان روزداران واقعی کسانی هستند که در نبرد با دشمن مردم ایران و دشمن ملت‌های منطقه هستند. از بپا خواستگان در برابر ولایت فقیه در سوریه و عراق و یمن، از ملت رنج دیده فلسطین، از زندانیان سیاسی در گوهردشت و اوین و سراسر ایران که در برابر شکنجه و اعدام پایداری می کنند، تا مجاهدان آزادی در زندان لیبرتی که 12 سال است در محاصره و بازداشت خانگی هستند، و زنان و مردان ایران، معلمان، کارگران، پرستاران و دانشجویان که برای آزادی به پا خواستند. بله، نتیجه رزم این روزداران فطر و فرخندگی است که قطعاً آزادی ایران و منطقه را در تقدیر خود دارد. این وعده خداست و تردید ناپذیر است. ربنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. پروردگارا بر ما شکیبایی ببار، گامهای من را استوار ساز و ما را بر قوم کافر غالب و پیروز گردان. درود بر همه شما، پیروز و موفق باشید. رمضان مبارک، افطار قبول.